پنجشنبه 9 شهریور 85 جلسه 11 جلسه آخر. همی دارد پریشان،
بهترین خوشخوی بدخو را نمیدانم مرا جامه ترد بیش از کبی مطرب نیار آمد من این جامه ترد جورا نمیدانم خموش کن چند میگویی چه دیل و قال میجویی چه دیل و قال و قالو را نمیدانم چه دیل و قال و قالو را نمیدانم کم اندیشه کردن چیزی گفته شده یا نه راجع به کم صحبت کردن که همه گفتن که اینقدر صحبت نکن. یک عارف هندی هست که میگه که این خیلی عمیقه این اشارهش میده خاموش نشین زبان آفاق از توست تا در سخنی حرف تو هم حرف تو نیست. سخن توجه داشته باشین که با اندیشه یک مرکز و یک موضوع و منشأ دارد. میگه اگر خاموش باشید یعنی بر اندیشه بمیرید ساکت باشید زبان آفاقی نماینده کل هستی راست میگه برای اینکه از طریق اندیشه در حالت تعین نیستی خودت رو متعین نکرده ای بنابراین تو نماینده وحدت، نماینده کل عالمی خاموش نشین زبان آفاق از تو مال همه هست یعنی اینکه وقتی من آرام بگیرم در وحدت با کل هستیم انگار کل هستیم ولی وقتی میگه که صحبت میکنه همون صحبت هم مال خودت نیست و درست میگه بیانی که من دارم اونه که مادرم یادم داده حتی در مورد اینکه این میکروفونه این ضبط صوته چه رسد به این که مادر به من گفته تو بدبختی و نظیر اینها این یه موضوعی بود که من مژده به شما میدم که امروز روز آخر صحبت کردنمونه و انشاءالله فکر کردنمونه انشاءالله دیگه هرگز فکر نکنیم راجع به هیچ موضوعی فکر نکنیم شما براتون ممکنه تعجب انگیز باشه اصالت فکر اونه که خودش بیاد نه اینکه من به زور بیارمش زمانی که من به زور میخوام فرض کنید نابغه بشم اینشتر این خودش مخربه اگر من استعداد دارم استعداد شو ظرفیت زمینه اینشتر شدن که خود به خود میشم ولی زمانی که به زور میخوام خودم اینشتر بکنم این آغاز بدبختی منه حالا در نظر بگیرید که من انسان در بعد روانیات از یک طرف باید اندیشه کنم از یک طرف مجبورم اندیشه کنم یعنی در اندیشه ها مثل اینکه یک عامل بسیار نیرومند که اختیار را از من گرفته میگه بیاندیش که تو متواضعی
بیاندیش که تو سخنور خوبی هستی، بیاندیش که فلان و فلان. یعنی تا یعنی حتی من زمانی که فکر میکنم به زور میخوام انشتم بشم، اون مخربه. چه رسد به این که جامعه من رو واداشته یک پدیده توهمی هم کنم که دائمیه. یعنی اگر من در روز یک ساعت سعی کنم بیاندیشم که میخوام انشتم بشم، خود همون یک ساعت مخربه. اگر من استعداد انشتم شدن ندارم، چرا بیاندیشم؟ چه رسد به این که جامعه مادرم یک پدیده ای رو گذاشته به طور دائم اینجا، میگه اینو حملش کن، باید این رو همیشه با خودت حمل کنی، هم یک لحظه بدون هویت نمان. و این یعنی اجبار، یعنی یک زندگی از روی تکلف، بدبختی و اینها. این یه موضوع درباره اندیشه که امیدوارم سعی کنیم اندیشه ها من کم بشن. اصولا وقتی که کریشنامورتی یا مولوی میگه که یک نگرش منفی نسبت به زندگی داشته باشید، معنیش اینه که نیندیشید. نگرش مثبت یعنی اینکه من معروفم، من سخنورم، من متواضعم، من چنین و چنانم. و زمانی من از اسارت این حدیده‌ای که به نام من می‌شناسیم رها میشم، که ذهنم آرام بگیره، یعنی کیفیت منفی پیدا کنه. کریشنامورتی این عبارت رو داره که میگه که in negation there is a great force. در نفی، یعنی در نیندیشیدن، در ارتباط منفی، در ارتباطی که درش تعین نیست، در ارتباطی که نمیگم من اینم او اینه، در ارتباطی که ذهن ساکته. یعنی ذهن من وقتی ساکته، تو هم ساکت میبینم. تو، تویی که من میگم متکبره، بازتاب اندیشه های خود منی. اگر من خودم اندیشه در باره تواضع یا تکبر نداشته باشم، اصلا نمیدونم تو چی هستی. هیچ اندیشه در باره تو هم ندارم. زمانی من شما رو متکبر یا متواضع میدونم که خودم رو متکبر یا متواضع بدونم. حال اگر من ساکت بشم، کل عالم هستی ساکت از نظر من. و متاسفانه ما بلا قطع داریم فکر کنیم. یه موقع راجع به فکر بود. و اما من بعد از زور قبل از اینکه بیام اینجا یه روزنامه دیدم تو خونمون. دیدم نوشته که بسیاری از نوابغ اینها دچار سرع بودن. مثال زده بود ون گوگ، نمیدونم بتوبه، باخ، نمیدونم کیا، همه که نه، اکثر نویسندگان و نوابغ دچار سرع بودن. حالا اگر توجه کنیم میبینیم که سر یعنی انقطاع اندیشه. من یک جا یک توضیح دادم در رابطه با مواد مخدر. کسانی که ما به طور عادی در یک خطهای از قبل تعیین شده ذهنی حرکت میکنیم، همون که مولوی میگه چون خران چشم بسته در خراس. یعنی از روی عادت و در یک لاین، در یک خط معین میاندیشیم، خطی که به اون عادت کرده ایم که بیاندیشیم. حال اگر ما بتوانیم به یک طریق از قبیل همون حالت منفی دادن به اندیشه این ذهن رو قطعش کنیم، معنیش اینه که این ذهن از اون خط خارج شده، از خط عادت برون افتاده حتی برای یک لحظه. و در برون افتادن از اون خط، ذهن و مجموعه هستی کیفیت‌های نو رو تجربه می‌کنن. من در حالت عادی، در حالت چون خران چشم بسته در خراس،
اینجوری ذهنم که امروز بعد از ظهر فرزانه میاد خونمون، عمه خانم میاد خونمون، من ازشون اینجوری پذیرایی میکنم، اینجوری احترامشون میکنم، تواضع میکنم، چون قریبا ازشون دلجویی میکنم و خیر و خیر. این یعنی اندیشه و زندگی از روی عادت و تکرار و مردگی. مردگی یعنی که من خودم رو که خود متواضع رو، خود مهربان رو، خود دلرحم رو دارم دید 150 سال تکرار میکنم. امروز هم باید تکرار کنم. به خودم میگم باید امروز از خواهر این گونه پذیرایی کنیم. این یعنی تکرار و یعنی مردگی. حالا که اگر به علتی از علم من از این خط خارج بشم، یک چیز نو تجربه میکنم. کسانی که مواد مخدر مصرف میکنند، اون چیزی که بهشون میگن نشئه، اون یک جزئی، یک جوی از اون حالت نشئه عشقی که ما در کودکی داشتیم، اون شعب و بجدیه که انسان در کودکی داشته. و علتش اینه که از خط عادتها خارج شده، به دلیل اینکه ذهنش فعلا تخدیر شده. همون حالتی که بشیدیم تخدیر یعنی خارج شدن از لایه. حالا من فکر میکنم این کسانی هم که در حالت زرع هستن، اینها موقتاً اون خط فکری چون متوقف میشه و وقتی متوقف شد چیزی رو میبینن که در حالت عادی نمیبینن، یا نقاشی میکشن که در حالت عادی نمیتونن بکشن، در حالت عادی بر اساس دانسته هاشون نقاشی میکشن. ما در حالت عادی، در حالت معمولی زندگی رو بر اساس دانش هایی که داریم تکرار میکنیم. ولی اگر به علتی از علم از جمله سر خدا کنه دچار سر نشیم، فقط درک کنیم که اندیشه مخربه، استمرار اندیشه مخربه، تکرار اندیشه مخربه. اندیشه رو متوقف کنیم تا وقت چیز نو ببینیم، هستی رو نو به نو ببینیم. من فکر میکنم این مقاله که این آقا نوشته بود توی این روزنامه که چه ارتباطی بین سر و نبوغ وجود داره، البته اون علتش رو نوشته بود، علتش رو من حدس میزنم که اینه که فکر یا ذهن و مجموعه هستی انسان از اون لاینه، چون خراب چشم بزن در خراب خارج میشه و انسان چیزهای نو میبینه. از شما چه پنهانه؟ حالا من این رو تعریف میکنم، تعریف از خودم. بعضی ها میگن تو چطوری مثنوی رو اینگونه تفسیر کردی؟ واقعا تفسیر نوعیه. باور کنید که در حالتی تفسیر کردم که خودم نمیدونم چه وقت بوده، کی بوده. و اگر ما بتوانیم بلا انقطاع ذهنمون رو خالی نگه داریم، چیزهایی میبینیم که مولوی میگه، یک اشاره مولوی داره که میگه که رنگ ها بینی به جز این رنگ ها گوهران بینی، به جای سنگ ها گوهر چه بلکه دریایی شدی، آفتاب چرخ پیمایی شدی. اینو در مورد میگه قبلش هم چیه که میگه که اگر انگشت تو از چشمت برداری، یا اینکه اگر از خط عادت خارج بشی، از اون خطی که یک عمر بهش عادت کردی، از خط مردگی خارج بشی، دنیا رو نو به نو می‌بینی. عمر، وقتی مولوی میگه عمر همچون جو نو نو می‌رسد، این دیده اینو، این رو تجربه کرده که میگه و راست میگه. و ما زمان میتوانیم زندگی رو نو به نو تجربه کنیم، زندگی رو نو به نو ببینیم که تکرار نکنیم زندگی رو. من دارم خودم رو تکرار میکنم و شما رو میگم. اون مثلا مرد نجیبیه، اون مرد نانجیبیه، اون مرد متکبریه، اون مرد خسیسیه، و این تصاویر رو از 40 سال پیش دارم پخش میکنم. این یعنی مردگی، یعنی تکرار. خب من به خودم مژده دادم که
این جلسه آخر رو الحمدلله صحبت نمی کنیم دیگه و همین رو من دو تا نکته رو خواستم بگم. یه موضوع دیگه دیگه نمیدونم دیگه چی باید بگم. قرار شد که من صحبت نکنم چون صحبت مستلزم اندیشیدن و شما اگر سوالی دارید مطرح کنید. یه این همه جمعیت هفته دو هفته پیش سه هفته پیش یه پرسش نامه داریم پر کنن، فقط چهار نفر پر کرده بودن از جمله آقای مهندس بنایی و بسیار خوب جواب داده بودن، هر چهار نفرشون انصافا خوب جواب داده بودن. من یادم رفت اینا رو بیارم. یکیشون مثل که شما جواب داده بودید، من ندادید به من جواب. خیلی خوب بدید. یه چهار نفر به هر حال یه دیگر پر کردن. خب بیارید بدید. یک سوالاتی که مطرح کرده بودیم یه دیگر فقط جواب داده بودن. حالا اگر سوالی هست به میمنت و مبارکی این روز خجسته که آخرین روز صحبتمونه و هفته گذاشتم به سطح پیامبر گرامی اسلام بود دیگه انشاءالله صحبت سوال عمیقی مطرح کنید، انشاءالله عمیق بیندیشید، انشاءالله نیندیشید. اصولا بعضی ها به من ایراد میگیرن، میگن که تو متضاد حرف میزنی. راست میگن، به یک معنا متضاد حرف میزنم. میگن که انشاءالله عمیق بیندیشید، اندیشه اون نداره و من دارم متضاد حرف میزنم. شما به چه اندیشه بودید عمیق؟ زمانی شما ادراک دارید، ادراک عمیق دارید که اندیشه در غیبته. خود اندیشه همیشه سطحیه. ما معمولا اینجوری فکر کنیم، فرض کنید که عرض می شود که من به این می اندیشم که فرض کنید فردا 1000 تومن از کی بگیرم یا یک خونه مثلا 2 میلیونی بسازم. شما می اندیشید که یک خونه 10 میلیونی بسازید یا 50 میلیون حاصل کنید. شما فکر میکنید که این اندیشه شما عمیق‌تر از منه، حالا که چنین نیست. خود اندیشه ماهیتاً یک پدیده سطحیه، مثل خواب دیدن. یک جایی من یک مثال زدم که البته اون رو در مورد رویا گفتم، ولی خود اندیشه هم همین ماهیت رو داره. اگر من در خواب ببینم که 1 میلیون پیدا کردم و اگر شما خواب ببینید 10 میلیون پیدا کرده اید، نمیشه گفت خواب شما عمیق‌تر از منه یا سطح فکر شما بالاتر از منه. هر نوع فکری اصولا سطحش پایینه. انسان زمانی عمیقه که فکر نداره. حتی زمانی که من میاندیشم انشتن بشم با زمانی که فکر میکنم که مثلا فرض کنید که فلان کاکاسیایی بشم که تو کیاونا میرسه، ماهیت اندیشم فرق نمیکنه، چون من میخواهم بشم. آن چیزی که میخواهم بشم به هر حال یک تصویر با یک تجسم بزرگ. تجسم فقط بزرگی، یکیش انشتن، یکیش مثلا کاکاسیا. اینطور نیست نظر شما؟ من فکر میکنم اندیشه عمق نداره. یکی بعض وقتا میگن که تو اصولا تضادگویی. بعض کن یه جایی میگن باید خود را شناخت، یه 10 دقیقه بعدش میگم پدیده اصلا به نام خود وجود نداره. خب اگر پدیده به نام خود وجود نداره، پس چرا سفارش کنی خود باید شناخت؟ شما هم امیدوارم که این اشتباهات لطفی منو ببخشید. به تأمل خودتون، به تأمل خودتون، خودتون فکر کنید. من میخوام یه کتاب بنویسم، اسم شعرا دارم فکر میکنم چی بذارم، مثلا زندگی غلط. و همین بعد از اون کشف کردم که چقدر این ساده است نوشتن چنین کتابی. کافیه به زندگی نگاه کنم و همش غلط ببینم، مگر نه اینکه هویت فکری حاکم بر ماست و مگر نه اینکه
تمام جلوه های زندگی، نمودهای زندگی بازتاب هویت فکری هم. بنابراین من به هر چه نگاه کنم انگار دست گذاشتم روی غلط، روی اشتباه. یعنی اولش فکر میکردم چقدر طول میکشه که من یه همچین کتابی بنویسم که زندگی از چه ابعاد و به چه معنای غلطه. میبینم به هر چه نگاه کنی غلطه، برای اینکه بازتاب هویت فکریه. مگر معصومین، مگر پیامبران، مگر کسانی که از هویت فکری رها شده هم. من انسانی که اسیر هویت فکری هم، حرف زدنم، روابطم، خلاقیت های ظاهری، مثلا شعر گفتنم، شعرم ظاهرا نوه ولی خلاق نیست، کهنه است، شکل نو داره. همه ابعاد وجودی، همه کیفیت های وجودی هویت فکری چیه؟ خلاق نیستن، تکراری هم، سطحی هم. و راجع به تضاد صحبت میکردم؟ راجع به زندگی غلط. تمام زندگی ما غلطه. انشاءالله به زودی دو جلدش میکنم این کتاب رو. و شما هم همینطور به زندگی نگاه کنید و ببینید چقدر غلط درش پیدا میکنید. این میدونید، فکر نکنید این یک نوع انتقاد و نمیدونم غلطیابی بیهوده است. من میگم در آخرین تحلیل عاملی که میتونه ما رها کنه از هویت فکری درک این معناست که جامعه به ما ستم کرده، جامعه دروغ میگه به ما، جامعه رفتارهاش غلطه، نمودهای جامعه غلطه، هر چیز که در جامعه وجود داره غلطه. حتی پیامبران وقتی آمدن آیینی آوردن، احکامی آوردن که انسان رو برگردوندن به فطرتش، انسان هویت فکری تحریفش کرد، برش گردون، ازش یک چیز مخرب درست کرد. یعنی توجه کنید که نمودهای زندگی به چه معنا مخربم، از چه بود مخربم. مثلا من اگر 100 میلیون دارم، برای چی دارم تلاش میکنم که این 100 میلیونم بکنم 150 میلیون، بکنم 110 میلیون؟ رفتارم مخربه، کاری که دارم میکنم مخربه، باطله، عاقلانه نیست، خردمندانه نیست. هویت فکری خالی از خرده و بنابراین خالی از صحیح اندیشیدنه، خالی از توهی از رفتارهای صحیح، توهی از برقرار کردن ارتباط صحیح با زندگی، با خودش. خلاقیت به معنای واقعی نداره، فقط تکرارهایی داره در صورتهای نو. فکر میکنیم نوه، فکر میکنیم بکره، ولی نیست بکر. بکر به معنای، ببینید من انسان رو، حالا من که نه، واقعیت اینه که انسان زمانی بکره، نوه، خلاقه که حسیش از گذشته نشخوار نکنه، تغذیه نشه، همکنون تغذیه کنه، همکنون خلاقیت داشته باشه. اگر من بر اساس دانش‌های قبلی یک شعر بگم، این شعر نمیتونه نو باشه. من باید از وجود همکنونی که نو به نو میرسه، عمر من نو به نو میرسه، مایه بگذارم. خواهید گفت در اون صورت شعر جایی نخواهد داشت، برای که من باید دانش شعری داشته باشم، وزن و قافیه و نمیدونم غیره و غیره بدونم. من حالا جرأت نمیکنم بگم که نداری نداشته باشم. اگر تو استعداد همکنونی برای شعر گفتن نداری نداشته باشم، چه لزومی که من شعر بگی؟ یکی از کیفیت ها یا یکی از سوال هایی که من مثل که قبلا گفتم، یک مجلس مایلی تو آبادی ما بود، کریم حالا یادش نمیاد که هم شهر بوده، این هرچی یا میگفتی یا بهش نشون میدادی میگفت بابا این برای چیشو خوبه؟ ما باید این سوال رو در هر رابطه از خودمون بکنیم. خب فلاکت شعر گفته، من از خودم سوال کنم برای چیشو خوبه؟ واقعا شعر برای چیشو خوبه؟ من باید یک نمیگم آیین،
یک اساسی برای زندگی پیدا کنم. اون اساس فطرت منه، نه این تصویرها و توهماتی که مادرم کرده تو ذهنم. من باید بر اساس اون چیزی که در من اصالت داره حرکت کنم. اگر اصالت من، فطرت من میل داره شعر بگه، خب بگه. اگر میل نداره چه لطفی داره من اصلا شعر بگم؟ سعی کنیم خلاق باشیم، سعی کنیم مفید باشیم، سعی کنیم تکراری نباشیم، سعی کنیم غلط نباشیم. و اون وقت یکی از راه‌های اینکه نباشیم توجه به این معناست، توجه به این موضوعه که مجموعه روابط انسان‌ها غلطه، پر از غلطه. آیا شما اینو مثلا رابطه صحیح میدونید که من 10 تا ساختمان دارم؟ یه خونه یه نفر مهمان بودیم، میگفتن 400 میلیارد تومان دارایی داره، یه نفر هم شبا تو کارتون میخوابه. حالا او افتخار میکنه، او فکر میکنه که اون 400 میلیارد دلار رو میخواد چیکار کنه. او میخواد اونو بزنه تو سر این کارتون خوابه. یعنی اون خردمندانه زندگی نمیکنه. هیچ کدوم ما زندگی نمیکنیم. من که به زور میزنم، ذهنم رو جر میدم تا فران شعر رو بگم، من خردمندانه زندگی نمیکنم. و تمام ابعاد زندگی ما اینه، غلطه. یکی از کلیدهای اساسی رهایی غلطیابیه، توجه به غلطهای زندگیه، به روابطه، به خودمونه و به اینجور قضایه. حالا هر کس سوالی داره مطرح کنه. نمیدونم دیگه چی بگم. سوال کنیم. سوال بله چشم. اگر کسی جدنی باشه باید بیاد اینجا این سوالشو بنویسه. جدنی ها سوال نکنن. شما سوال آینده برای که آخرین جلسه امروزی یا شاید زرستا ممکنه زرستا اگر هوا گرم بود و خوب بود و دلدماغ داشتیم و قرار شدن من فکر نکنم یه جلسه برقرار کنیم برای جلسه. آیا میتونیم ما جلسه ای داشته باشیم که فکر نکنیم؟ آره. همه ساکت بیشیم یک ساعت، نیم ساعت سکوت به معنای واقعی. من جوان که بودم آمریکا رفته بودم، یک جلد کمی رفتیم، روزه صحبت کردن یا صحبت نکردن داشتیم. یعنی 24 ساعت هیچ کس حق نداشت صحبت کنه، یک کلام صحبت بکنه. این خیلی خوبه و چقدر خوبه که ما در باطنمون صحبت نکنیم. آیا مشکله که آدم در باطنش صحبت نکنه؟ گلشن تا حالا توجه کردی که سعی کردی که صحبت نکنی در باطنه؟ انگولک میکنیم. ولی اگر توجه کنیم که اونهایی که اینو به ما القا کردن، به ما لطف نداشتن، اصالت نداشتن، صداقت نداشتن، خرد نداشتن، همش پوچ بودن، ضعیف میشه. ما ترسیده ایم از جامعه، ما خود باخته شده ایم نسبت به جامعه. فکر میکنیم اینها چه اتوریته‌هایی هستن که به من میگن متواضع. اگر من اهمیت ندم به اینکه مادرم، عمه، دایی، خاله، فرزاد خانم گفتن که تو متواضعی یا نمیدونم سخاوتمند یا غیره و غیره، ذهنم آرام میگیره، اهمیت نمیدم. انشاءالله که اهمیت ندم. خب چی میگم؟ خسته نمیشید؟ خسته نمیشید. ارزم بزرگی که من خودم یه سوال دارم آقای مصطفی. خودم یه سوال دارم، این درست میگم سوالم رو؟ فکر میکنم که ذهن انسان مثل همه اعضای انسان کاربردهای خاص خودش رو داره، کاربریهای خاص خودش رو داره. یعنی همونطور که من با این دستم میتونم بنویسم، با این دستم میتونم تو گوشه یکی بزنم، درسته؟ با پایم میتونم هم به مسجد برم هم به خلافخونه برم، اونجوریه دیگه. کاربری خاص خودش رو داره. ذهن هم احتمالاً اینجوری باشه که هم میشه اجازه داد که تفکر زائد درش بالا بیاد و زندگی ما رو زیر سخره خودش در بیاره،
هم میشه نه استفاده کرد ازش برای حل مسائل زندگی و خرد. الزاماً وقتی ما فکر و اندیشه را کلن رد میکنیم نباشه بهتره؟ این فقط میتونه در حیطه هویت فکری کاملا درست هم هست و کاملا هم به سر و به جا. اما زندگی به حال خرد میخواد تا بتونه پیش بره. فرق نمیکنه تمام ابعاد زندگی رو ما نگاه کنیم، اهم از کاری که انجام میدیم، اهم از نوع مسیری که برای ترافیک تعیین میکنیم، اهم از نوع برخوردمون با انسانهایی دیگه، همه اینا فکر میخوان، خرد میخوان. هر چقدر خردمندانه تر هم خود انسان راحت تر، هم فرد مقابلش راحت تر، هم جامعه راحت تر. به طور طبیعی اونایی که اسیر هویت فکری هستن هم خودشون اذیت میکنن، هم دیگران رو، هم جامعه. بنابراین اون چی که مولانا میفرماید که جمله خلقان سخره اندیشه اند زان سبب خسته دل و غم پیشه اند، این هم درسته؟ من شما به اوجم اندیشه مگس، اندیشه مگس که رسد بر من مگس را دست رست. حالا آقای دکتر خالقی درست میگم، من هم نقد نکردم، اندیشه را نقد نمیکنم، میگم هر چیزی، نه هر چیزی، اندیشه در وجود انسان فعلا دو تا عمل کرده، یکیش که به کلی باطله، یعنی وقتی من می اندیشم آدم حقیقی هستم، این اصلا اندیشه نیست، یک توهمه. بعد ایشون میگن که هنگامی که تو می اندیشی که چگونه به ماه بری، چگونه میکروب مثلا حالی رو کشف کنی، چگونه این علم پزشکی که اینقدر پیشرفت است این رو کشف کنی، اینها مستلزم خرده. من میگم من منکر اینها هم نیستم، اولا منکر اون گونه اندیشه‌ای هستم که من استعداد شو و زمینه‌شو ندارم و به زور خودم رو با میدارم که حتما انشتر میشم. یک بعد موضوع اینه. بعد دیگر اینه که حتی زمانی که من استعداد واقعی دارم، حتی زمانی که به مثلا من حقیقتا من بی ارزم نمی اندیشم، بلکه به دوی به علاوه دو می اندیشم، این درسته که یک بعد مثبت داره، ولی میگم یک بعد منفی هم داره. شما، من این مثال زدم یه دفعه، یه بچه 3 سال شده بود داشت اولین برف رو نگاه میکرد. من میگم این بچه هنگامی که داره این برف رو نگاه میکنه و نمی اندیشه، به الفاظ، با الفاظ یا اندیشه نمی اندیشه که این برف ارتباطش با این پدیده عمیق‌تره تا زمانی که فکرش میگه این برف. وقتی بچه هنوز کلمه آب رو نیاموخته و تشنه و اشاره میکنه به این مایع، من میگم این ارتباط عمیق‌تره از موقعی که یاد میگیره به طور ماشینه بگه آه. من میگم ذهن حتی در زمینه فعالیت های واقعی، یعنی خردمندان اندیشی، یک بعد مثبت داره و در این حال یک بعد منفی. حالا نمیدونم قبول نداره یک بعد منفیشو؟ من نمیگم نباید اندیشی. اگر من استعداد و شوق دارم خود به خود میاندیشم. مولوی در رابطه با شعر میگفته، میگه که میگهش من و خاندان من از شعر بیزاری، شعر بدان ماند کسی دست در شکمبه گوسفندی کند و آن را بیاشوبد. و درست میگه. من میگم هر نوع اندیشه ای که سبب میشه من ذهنم رو بیاشوبانم، این باطله. اگر من استعداد حل یک معادله جبری رو ندارم یا شغلش ندارم، چرا بیاندیشم؟ اگر من استعداد شعر گفتن ندارم، چرا بیاندیشم که شعر بگم؟ من از این ابعاد میگم که مخربه. من سطحی هم هست، سوای این سطحیه. من مثلا استعداد شعر گفتن ندارم. من دیدم بعضی کسان که زیبایی رو در شعر توصیف میکنن در حالی که اصلا ادراکی از زیبایی ندارن. خوب میشناسنشون. جواب شما خوب جواب. خیلی خوب جواب دادید. منتهی صفر من خدمت عرض کردم که در کنار این که مولانا میفرماید که جمله خلقان سخره اندیشن، در کنارش مغایر قید میکنه که فکر آن باشد که بین ماید رهی، راه آن باشد که بین ماید شهی.
سوال من اینه که الان ما اینجا اومدیم همه جمعیت برای چیه؟ برای اینکه بتونیم به خودمون کمک کنیم از فکرهای زائد راحت بشیم و اون وقت خردمون بالا بیاد که زندگی رو برای خودمون و دیگران زیبا بکنیم. این بخش مهمه. برای ما انسان‌های اسیر هویت فکری میگه راه آن باشد که بن ماید فکر آن باشد که بن ماید رهی، یعنی راهی به تو بیابه، نه اینکه بری کتاب نمیدونم فرد آینه موفقیت رو بخونی. من حالا توی مثال‌هایی که غلط‌های اجتماعی کشن آینه موفقیتی، آخه آینه موفقیت دیگه چیه؟ من یا بعد راه آن باشد که پیش آید شد، یعنی که تو شهی، یعنی حقیقت، یعنی فطرت، یعنی بیابی فطرتت رو از طریق اندیشه. من منکر این نوع اندیشه ها نیست. به نظر شما غلط یادونست احترام یعنی چی؟ یعنی من محترمم، کی محترمه؟ هستی من، فطرت من، بیان من، چیه من محترمه؟ کچلوار من؟ احترام یعنی چی؟ فطرت نمیتونه محترم باشه. فطرته. حالا بقیهش رو نخونم. کتاب ها رو نخوندن و چون کتاب ها رو نخوندن سوال همچین معنای روشنی نداره. یعنی فقط سوال کرده آیا کسانی که با هویت فکری نمیتوانند موفقیت خود را تثبیت کنند یا موقعیت نمیدونند موفقیت خود را تثبیت نمایند و سرخورده میشوند مراجعه به شما نمی کنند و رهایی از هویت فکری راه حل نهایی است؟ یعنی چی این سوال؟ هر کسی این سوال کرده توضیح بده یعنی چی؟ برای کسانی که با هویت فکری نمیتوانند موفقیت، اصلا موفقیت پدیده باطلیه. موفقیت چی؟ من اگر با اصالتم حرکت کنم، مثل که توی کتابی نمیدم کجا توضیح دادم، من دارم میرم کوه، من به این نمیاندیشم که میرم الان به اون قله و بنابراین یک کوه نورد موفقم، فقط حرکت میکنم بر اساس استعدادها و توان و انرژی. تا اونجایی که انرژی دارم فقط حرکت میکنم. حال اگر نتوانستم، اصلا نتوانستم مطرح نیست، موفقیت یا علای موفقیت مطرح نیست. من تا یک جای میرم، در اونجا انرژیم تمام میشه، متوقف میشه، تمام شد. این شکست نیست، این عدم موفقیت نیست. موفقیت و عدم موفقیت اینه که من یک نقطه تخیلی در ذهنم متصور میشم که باید به اونجا برسم و این اسباب بدبختی انسان هاست. دلهوره اینو دارم که بالاخره میرسم به اونجا یا نمیرسم. توضیحات مثالهای زیادی زدم که در تمام طول راه من به اون نقطه میاندیشم، برابر این اون رودخانه و اون جنگل و اون آسمان و اون زیبایی رو حتی نمیدیدم. مولوی هم دقیقا تمثیلی در این زمینه ها داره، میگه تو وقتی از خونه میری بیرون که مثلا خربوزه بخری، در تمام مسیر دنبال خربوزه میگردی، صدها چیز در مسیر تو هست ولی اونها رو نمیبینی و درست میگه. و این بدبختی انسان هویت فکری که همیشه در زندگی یک چیزی میخواد، اندیشاش محدوده، برای اینکه یک چیز خاصی رو جستجو میکنه، مثل مثلا موفقیت که من انشتم بشم، من مثلا فلان آوازخوان بشم، من فلان هنرمند بشم، من کی بشم. خب این جوابه.